و برنامه هشتگ شما خوش آمدید. مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام جوست، نام چو جاوید شد، مردنش آسان کجاست. او را الویس پریسلی افغانستان، هنجر طلایی و هنرمند زمانه ها می خوانند. احمد ظاهر بنیانگذار موسیقی پاپ در افغانستان، 40 سال پس از مرگش همچنان پرطرفدارترین آوازخوان افغانستان است. احمد ظاهر سلبریتی هم نسلانش بود و مهمترین نماد آرامش و آسایش افغانستان دهه 40 و 50 خورشیدی برای نسلهای بعدی این کشور تا به امروز است. برنامه امروز هشتگ شما به یاد بود از 40 سالگی مرگ احمد ظاهر میپردازد. از شما میخواهیم بشنویم چه خاطره از آهنگهای احمد ظاهر دارید. فکر میکنید چرا با گذشت چند دهه آهنگهای او همچنان در افغانستان و تاجیکستان محبوب است؟ اینجا هشتگ شماست و من ضیا شهریار هستم. راه های تماس را پایین صفحه میبینین، ایمیل، اینستاگرام، تلگرام و تویتر و البته تلفن هم هست، همه جا هستیم، منتظر شما. در آغاز نگاهی بکنیم به زندگی احمد ظاهر در ویدیویی که در این مورد تهیه شده. لیلی 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 جان 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 دل مکر دیوائن لیلی 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 جان 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 دل مکر دیوائن دی کش لقنا مدی وای وای مر کشتی بار من دی کش لقنا مدی وای وای مر کشتی بار من خدا بود یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره خدا بود یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره هر زمان رو بغیر از صفحه خاکم نبینی سراغم را بگیری هر زمان رو بغیر از صفحه خاکم نبینی. ویدیویی بود از زندگی احمد ظاهر. اینجا هم کارنامه و زندگی احمد ظاهر بر روایت آمار و اعداد ببینیم. احمد ظاهر زندگی زیاد طولانی نداشت ولی دستاوردهای زیاد داشت از زندگی. شمار آهنگهای ضبط شده احمد ظاهر در طول 15 سال فعالیت هنریش 353 آهنگ است که تعداد قابل توجه است. شمار آلبومایی که احمد ظاهر در طول کار زمان هنریش داشته 30 آلبوم هنری است و تعداد سالهای فعالیت هنریش از 1964 تا 1979 زمانی که کشته شد 15 سال بود و 33 سال داشته وقت کشته شدنش در حادثه مرگش. و 5 عامل محبوبیت احمد ظاهر و آثارش که ما از روی برگرفته از مقالات و نظریاتی که در مورد احمد ظاهر ابراز شده داریم. با معذرت Uh,
مجموعه از بهترین اشعار معاصر و معاصر معاصر و کلاسیک فارسی می‌دانیم که بیشتر شاعرای معاصر ایرانی را در افغانستان از طریق آهنگای احمد ظاهر در 14 پیش مردم با ایشان آشنا شد. اشعار کلاسیک اشعار محبوب مردم افغانستان است و بهترینایش احمد ظاهر در آهنگایش استفاده کرده. ترانه‌های متناسب با حس و حال شاد و محزون، یعنی احمد ظاهر و آهنگهایش همسفر افغانها در 4 دهه گذشته در روزهای بد و خوبشان بوده. در دشوارترین روزها احمد ظاهر میشنیدن. من خودم تجربه دارم و میدانم که همین حالا بسیار از کسا با من موافق هستن و در روزهای خوششان در آروسی، در روزهای بد، صدای زیبا و جذاب که در حقیقت ویژگی خاص احمد ظاهر بوده و به بهترین آهنگ آوازخوان افغانستان شهرت داره. به همین دلیل خوشپوشی و ظاهر آراسته، تصاویر و عکس‌های زیاد از احمد ظاهر در دست است. یک تعداد تصاویرش شاید ما هم نشان بدیم که لباس‌های بسیار خوب می‌پوشیده، همیشه ظاهر آراسته داشته. در مقایسه با اون زمان با مود روز آشنایی داشته و یکی از ویژگی‌های مهمش بوده. و تلفیق موسیقی غربی و شرقی که از محدود آوازخوان‌های او زمان بوده در افغانستان، که با موسیقی هندی آشنایی داشته، با موسیقی غربی آشنایی داشته و یک تعداد از بهترین موسیقی‌های آمریکایی، ایتالیایی، فرانسوی را دوباره بازخوانی کرده با شعرهای فارسی که از محبوبیت و شهرت زیاد در بین مردم افغانستان و همچنین تاجکستان برخوردار است. بریم به سراغ اولین تلفن‌ها و اینکه کی را داریم در پشت خط تلفن. رازی را از بلخ و همچنین مصطفی را از هلند، که از رازی می‌خوایم بشنویم. رازی، خوش آمدی. و همچنین مصطفی، چی خاطره داری از آهنگ‌های احمد ظاهر؟ با چی آهنگ‌هایش آشنایی داری و خاطره چی است به صورت عموم؟ احترامات تقدیم شما و علی شنوندگان کاواز. ما مشنوان من شاید خیلی خرد بودم که در ایران آهنگ های احمد ظاهر همش میدون داشت. هنرمندی بود که برای ما هنر افغانستان را معرفی کرده بود. جالبتر از همه بود که وقتی مثلا از مادرم میپرسم که چطور فوت کرد، چطور کشته شد یا چطور یک هنرمند بود، قصه میکنم میگه زمانی که ما در افغانستان بودیم و احمد ظاهر کشته شد، تمام منطقه، دخترها و بچه های منطقه از رای بینی گرفته بودن و در خانه بوده که صدای چی خدا در میشنه. وقتی در خانه همسایه میره که چی گپ شده، میگه هنرمند ما احمد ظاهر قاف شده. مادرم که از جمله خانواده های سنتی و مسیحی بوده، تمسخر میکنه، میگه چرا قم آدم ها هست. من فکر میکردم که حتما کدام عضو خانوادهشان فوت کرده. اما قصه مادرم مرا وادار کرد تا بیشتر آهنگای احمد ظاهر را بشنوم تا بفهمم که در احمد ظاهر چه چیزی خاطر در ویژگی رازی. در چند سالگی شروع کردی به شنیدن آهنگای احمد ظاهر؟ اگر مشکل نباشه بگی چند ساله هستی، چند ساله بودی که وقتی که اولین آهنگ احمد ظاهر شنیدی، اولین آهنگش چی بود که شنیدی و در چه شرایط شنیدیش؟ ما حال 27 ساله هستم و آهنگی که در دوران نوجوانی شنیده بودم، به شما میدونم که در دوران نوجوانی وقتی آدم مهاجر باشه و عقده ها داشته باشه و مشکلات داشته باشه، یکم که از زندگی دلسرد و دلتنگ است، آهنگ مرگ من روزی فرا خواهد رسید بسیار با دلایم چنگ میزد و دوست داشتم بار بشنوم و اون مو آهنگ بر من یک خاطره جاودان مانده. شعر فروغ فرخزاد. میتونی خودت کوتاه در حقیقت زمزمهش کنی اگه بخوایی برای بیننده ها یک نوع او خاطرات زنده بسازید؟ من جسارت نمی کنم بخاطر از اینکه اصلا نمی کنم. به نظر من با باور من احمد ظاهر یک صدای ماندگار در تاریخ موسیقی افغانستان میمونه تا هنر هست و یکی از کسایی هست که هنر موسیقی افغانستان و تمام فارس زبانان دنیا نشان داد و ما پاسدار همین زحمتهایش هستیم. حالا این مسائل بماند که در پشت پس پرده در مورد اخلاق احمد ظاهر چقدر برچسب و قضاوت‌ها خورده بود، اما به عنوان یک هنرمندی که شایستگی های خودش را در عصر زمان خودش داشت و حالا بعد از 40 سال هنوز هم فارسی زبان های دنیا آهنگ هایش را میشنوند، این فکر میکنم انحصار به فرد خودش را داره و یک کار خارق‌العاده حداقل موسیقی افغانستان کرده. تشکر. اجازه بدید از مصطفی بپرسم. مصطفی،
خودت چه خاطرهایی داری با آهنگای احمد ظاهر و اولین آهنگ احمد ظاهر کدام بود که شنیدی؟ و در چه سن ساله؟ با هر سلام حضور شما و همه دوستان و شنوندگان محترم رادیو بی بی سی. بله، من از طفلیت فکر کنم 6-7 سال بودم که با آهنگای احمد ظاهر شنیدم و راستی خوشم میامد. و اولین آهنگایش که تقریبا تا اندازه مرتحال خوشم میامد پیدا شد با این شکل ما با احمد ظاهر خو گرفتم و از احمد ظاهر آموختم علاقه گرفتم. و اکثرا بچه های کابل یا او زمانی که من در کابل بودم بعدن که مکتب می رفتیم متعلمین لیسه یا لیبیدیه و متعلمین پیش از او که ابتدایه بودن با احمد ظاهر راستی خوش بودیم. این حتی جوانایی که از سن 9 و 10 و 11 شروع شد ما با این آهنگ های زیاد خوب گرفتیم شنیدیم. و تقریبا یک بار دوبار در طفلیت ما در قسمت وزارت داخلی او وقت پیش روی امی دواخانی بود، او را دیدم که دخترای لیسه ملالای بود فکر میکنم، بله با یک ایجان شور و شوق چیخ میزن فریاد میزن. او وقت راستی شرایط شکل دیگی بود، اصلا باور تا نمیشه که ترافیک کنترل از دست قدیت. یعنی یک مرتبه ما احمد ظاهر در کنسرت افغانستان بانک دیدیم. احمد ظاهر شما از نزدیک هم دیده بودید نگه؟ در تفریحت بله. حال چند سال داری مصطفی؟ خوب اگر هنوز 50 سال نشدیم. میخواستم با توجه به این که خود احمد ظاهر از نزدیک دیده بودی و سالهای سال است که هنوز میشنوی، به نظر چی ویژگی داشت که هنوز پس از دهه ها مردم آهنگای احمد ظاهر میشنوند؟ نسل های جدید، کسایی که در حقیقت حال نسل سوم در حقیقت در حال ظهور هستند در افغانستان ولی همچنان با مو اشتیاق احمد ظاهر میشنوند، چی دلیل داره به نظرت؟ ما به صفت یک تحصیل کرده ویژگی خاصی که در وجود احمد ظاهر میبینم، احمد ظاهر عصر و زمان خود خوب شناخت. یعنی شما فکر کنین در عصر که آواز خوانده در اون وقت برچی میگن که باز شباد باز الویس پرسلی داره یک قضیه است، اندری کوماسیوس این مردی که از الجزایر فرانسه است دیگر در قضیه، چلنتانه دیگر قضیه، در آسیا نظیر موکیش و رفی، اینا با این سطح خود رسانده اما کپی از اونا خوانده اما خود متری بس ساخته. اگر امروز هم شما بتونید نسل جوان گونه مثل شکل کیتی پیری یا آریانا گراند یا نسل پیش از اینا فرض مثال سیلین دیون، اگر شما به این سطح برسانید و عصرتان بشانید زمانتان بشناسید اصلا ماندگار میشین. و چون افغانستان بعد از احمد ظاهر نسل یا انسان پیدا نشد که عصر و زمان خود را بشناسه، موفقیت احمد ظاهر یا موفقیت هر جوان افغان هر عصر و زمان خود را شناخت موفق است. تشکر از راضیه در بلخ و مصطفی در هلند. بریم بگذاریم نگاهی کنیم به بعضی از نظریات شما که در شبکه‌های اجتماعی دریافت کردیم. پونه نوشته که چرا الویس پرسلی وصفش میکنید؟ این آدم آنقدر بزرگه که بقیه باید باهاش توصیف بشه. رازق معصومی نوشته که احمد ظاهر نه برای کسب شهرت میخواند و نه برای کسب ثروت، عشق به موسیقی داشت و عاشقانه میخواند. و مصطفی از هلند، ما در دوران مکتب با صدای احمد ظاهر خوش بودیم و یک بار در همان زمان او را از نزدیک دیدم که جمعیت برایش ابراز احساسات میکردند. از کاربران بی بی سی در تلگرام و اینستاگرام خواسته بودیم یکی از آهنگهای احمد ظاهر که برایشان خاطره انگیز است دابسمش یا لپسینگ کنند. بیاین با هم در این ویدیو بخش از بازخوانی یا آهنگها را توسط علاقمندان احمد ظاهر ببینیم. زیبا نگارم و من نگاه کن، طاقت ندارم و هیچ تو من آسودم و تو آسودم از را آسودم از مسیر خوردم خون دل چون باش از را آسودم دیگر عشقم دیگر عشقم مره زیبای من چشمان من دور شد عشقان چشم من ریزد شمارم ها زیبای من چشمان من دور شد I'm not sure, no, I'm not sure, no, I'm not sure.
او بانو بانو جانا او شهر بانو جانا دلی مرا بسته ای و تارگی سو جانا شمار از ویدیوهایی بود که علاقه‌مندان احمد زایر برای بی بی سی فرستاده بودند، لپسن کرده بودند، دابسمش کرده بودند. بی بی سی فارسی پوشش ویژه از 40 سالگی مرگ احمد زایر دارد. برنامه امشب 60 دقیقه هم نیمه دومش به احمد زایر اختصاص داده، گزارش‌های ویژه در مورد چگونگی مرگش، در مورد زندگیش و کارشناسا و یک آوازخوان دعوت کردیم که آهنگای احمد زایر میخونه و حتماً 60 دقیقه هم ببینین. و در وبسایت فارسی بی بی سی هم صفحه ویژه در مورد احمد زایر مقالات و نوشته‌های فراوان، عکس‌ها، تصاویر، ویدیوهای فراوانی که میتونین بیشتر با جنبه‌های مختلف زندگی احمد زایر آشنا شوین. در مورد احمد زایر دیدگاه مختلف ابراز شده که میتونیم بریم نگاه بکنیم. سام فرنچ یک تهیه کننده مستند یا فیلم آمریکایی است که مشغول تهیه مستند احمد زایر است، اولین مستند همه جانبه که در موردش بحث و صحبت‌های زیاد شده. سام فرنچ در مورد احمد زایر میگه که احمد زایر رشته است که افغان‌ها را در سراسر جهان و از همه گروه‌های قومی با هم پیوند می‌ده و به همین خاطر حاضر شده که مستند احمد زایر را بسازه، به خاطر اینکه مشهورترین و محبوب‌ترین آوازخوان افغانستان است. شبنم زایر تنها دختر احمد زایر که در آمریکا زندگی میکنه و در حقیقت این مستند برش پول جمع میکنه و فرمایش داده، میگه که پدر مرد در جستجوی عدالت بود، تابوها را شکست و مردمش را به معنای واقعی دوست داشت. امین طرزی استاد دانشگاه جامعه شناسی، استاد دانشگاه ویرجینیا، ساحه که درس میده جامعه شناسی است، میگه که احمد زایر نماد و یادآور سالهای طلایی افغانستان است که شاید دیگر هرگز افغانستان به او زمان بر نگرده. تعداد هم دیدگاهش نیست که احمد زایر دلیل محبوبیت احمد زایری است که نماد از یک زمان بسیار درخشان افغانستان است که افغانستان آرام بود، آسایش داشت و به همین دلیل همه او را با او زمان وفق میتن و او خاطر احمد زایر بسیار دوست دارن. روینا شهابی روزنامه‌نگاری که در مورد احمد زایر و شعرهای فروغ فرخزاد شاعر مشهور ایرانی نوشته که احمد زایر تعداد از شعرهای مشهور از او را خوانده، در مورد احمد زایر میگه که احمد زایر و فروغ فرخزاد هر دو پدیده‌های پیش از زمان خود بودند که در جامعه اطراف خود احساس تنهایی می‌کردند. و احمد زایر، کاوه جبران، شاعر جوان افغان که یک مطلب خیلی خوبم برای وبسایت فارسی بی بی سی در مورد احمد زایر نوشته، احمد زایر ترانه های را خوان که هنوز هم کس در افغانستان جسارت آهنگ ساختن آن گونه ترانه ها را نداره. ما میدونیم موضوعات و شعرهایی را که احمد زایر انتخاب کرده در اون زمان و حتی حالا سنت شکنانه پنداشته میشه، اوسیانگرانه پنداشته میشه و به همین دلیل نسل جدید همیشه او را تازه میافن برای خود. بریم به سراغ تلفون ها و خبرت از پنج شعر داریم. با معذرت، خبرت از پنجشیر و طارق از هرات. اول طارق از هرات داریم، بردوش خوش آمدید میگیم. طارق، اگر بگویی که کدام آهنگ احمد زایر دوست داری و چی وقت به شنیدن آهنگای احمد زایر شروع کردی؟
عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان خوب تلویزیون فارسی بی بی سی. علیکم السلام. شما میدانین که احمد ظاهر خواننده بود که متمایز از تمام خواننده ها خواننده های نسل خود میخوان و تا خواندن های احمد ظاهر شنیدنی هست و نسل کنونی افغانستان هم خواندن های احمد ظاهر میشنوند و دلیل عمدهش هم نوعیت شعر ادبیات که احمد ظاهر به کار میبرد، فصاحت و علاقتی که در بیان شعرها داشت و انتخاب شعرهایی که انجام میداد بسیار اهمیت داشت و اونان انتخاب فردی شعری که احمد ظاهر انتخاب کرده و میخوانه بسیار همواره او میشنوم. اشتباه نکنم تو به یک دست پر از مهر، چون این ادبیات شعر احمد ظاهر که خوانده در قالب صدای خود بسیار دلنواز است و مردم افغانستان تارک علاقه داری ای آهنگ احمد ظاهر زمزمه کنی کوتاه، چون ظاهرا آهنگ خود دوست داری، حتما هم بارها تکرارش میکنی. خب ممکنه شاید من نتانم برای فعلا زمزمه ای داشته باشم، ولی آهنگای احمد ظاهر تنها این آهنگش نه، بلکه تمام آهنگای احمد ظاهر و شعرهایی که احمد ظاهر انتخاب کرده شنیدنی هست. و جالب اینجا است که احمد ظاهر با وزن شعری که انتخاب میکرده آلات موسیقی را هم برای خود با وزن همان شعر انتخاب میکرده و آلات موسیقی را برای هر شعری که انتخاب میشد آلات مختلف موسیقی را به کار میبرده. و جالب اینجا هست که احمد ظاهر خالص در تمام قالب های شعری که انتخاب کرده خود عیار بسازه. و جالبتر از این که احمد ظاهر خودش در یک جای گفته که من شعر 10 بار برای خود میخوانم و 1 بار برای مردم. پس به این مفهوم است که احمد ظاهر وقتی که شعر را میخوانده و انتخاب میکرده و میرفته برای مردم اجرا میکرده، قطعا تمام آمادگی خود را برای اجرای از او شعر و برای چگونگی پرداختن و بازی کردن با موسیقی در قالب او شعر، همه این موارد را در خود اختصاص داده بوده. کوتاه اگر بگویی یک بحثی که وجود داره ایست که احمد ظاهر نماد افغانستان است که آرامش بود و وضعیت خوب بود، صلح بود، زندگی مردم آرام بود و به این خاطر یک دلیل اصلی محبوبیت احمد ظاهر این پیوند است که یا این نوستالژی است که نسل‌های مختلف افغانستان با او احساس میکنند. شاید او خدر هنرمند بزرگ نباشه که هنرمندهای دیگه هم شاید باشن که مقایسه شون امرایش، ولی به دلیل این ارتباطش با او زمان افغانستان و این نوستالژی احمد ظاهر محبوبیت زیاد داره. چقدر با این بحث موافق هستی؟ زیاد کوتاه اگه بگوی لطفاً. قطعاً چنین بوده. خب فضا خود محیط سر چگونگی پرداختن به یک موضوع، چه موسیقی باشه، چه شعر باشه، چه هنر باشه، چه ادبیات باشه، بسیار اهمیت داره. و قطعاً احمد ظاهر هم در شرایطی واقع شده و در نسل واقع شده که همه آزادی های فردی رو برای انتخاب شعر، برای نوعیت موسیقی، برای چگونگی اجرا داشته و این قابل اهمیت بوده و حتی تانست موفق ظاهر بشه و انجره خود و آواز خود را در قالب عالی شعر خیام، در قالب شعر مولانا بکشه. همین چگونگی نوعیت فضایی بوده که برش مساعد شده بوده. تشکر. خبرت در پنج شعر اگه صدای مرا میشنوی، همین سوال میخوام از خود بکنم که احمد ظاهر را پیوند میتن با افغانستان آرام، افغانستان که زندگی خوش بوده برای مردم، خوشی و نشاط حاکم بوده و به می دلیل مردم معتاد شدن به احمد ظاهر، به اون نوستالژی معتاد شدن و فکر میکنن که احمد ظاهر خودش یک نماد است که افغانستان او زمانه برشان نشان میده، به این دلیل بسیار محبوب است. شاید دلایل دیگه هم داشته باشه ولی دلیل عمده ترین دلیلش است. خودت در این مورد چی نظر داری؟ با درود خدمت همه شایقین احمد ظاهر و یاد احمد ظاهر گرامی بار. خب احمد ظاهر، اگر ما ماندگاری احمد ظاهر از زاویه های مختلف سنجش کنیم، از هر زاویه که ببینیم باز هم همه شاید موافق باشن. خب بله، ما هم تقریبا با می نظر موافق هستم که زمانی که احمد ظاهر در افغانستان زندگی میکرد از یک شرایط خوب برخوردار بود، یعنی آزادی بیان بود و مو احساسی که در جوان وجود داشت او را میدانست بروز بده. بنابراین همی دوره احمد ظاهر ماندگاریش از یک زمان گذشته با یک زمان حال است، یا میتونه یک جنبه باشه و ما هم با این تقریبا موافق هستم. اما از نظر شخص ما آنچه که احمد ظاهر بیشتر ماندگار ساخته و ماندگار خواهد ماند این است که
مزایر با یک احساس که میخونم و آواز از یک لحن از یک احساس را که داره با هر جهتی که تازه بعد یعنی با مشکلات یا با خوشی ها با هر چیزی که مواجه شده باشه اینمی با صدای احمد ظاهر میتونه خود در مو حالت احساس کنه و یکی از دلایلی ممنون... که بیشتر مونده باشه میتونه اینمی احساسی که در صدای زی وجود داره و همو شعری که انتخاب کرده ای هم میتونه دلیلش بوده باشه. ممنون از با طارق در هرات خداحافظی میکنیم. مرجان را از مرجان را از دوباره از هرات داریم. مرجان سلام، خوش آمدی. اول بگو که کدام آهنگ احمد ظاهر خوش داری و ای که آیا میخوای یک زمزمه بکنی؟ ما یک کس را میخواییم بالاخره زمزمه کنه خواندن احمد ظاهر. سلام، وقت شما بخیر. سلام. من آهنگ احمد ظاهر از طفولیت گوش میکردم چون مادر از طفولیت اون صحبت خاصی داشت با آهنگ های احمد ظاهر. معمولا اکثر آهنگ های رو گوش میکرم ولی زمزمه کردن جرأت و زمزمه کردن ندارم چون من چرا خواندن خاطر انگیزش کدام است؟ کدام آهنگش رو دوست داری؟ چی وقت تو آهنگ شنیدی؟ آهنگ های همیشه آهنگ های رو گوش میکنم، معمولا اکثر آهنگ های رو گوش میکنم، از یوتیوب سرچ میکنم گوش میکنم اکثر آهنگ های رو، چون بر حال هوایی که انسان باشه احمد ظاهر هم آهنگ شاد داره هم آهنگ های غمگین داره و میتونه آدم از اونا لذت ببره. به مادرم بیشتر فکر کنم آل دقیق یادم نیه یک آهنگ بود از مسائل که بگردم دوری خاکت مادری من، همین یک چیزی بود. مادرم زیاد همیشه زمزمه میکرد، دوست داشت و من معمولا آهنگ و مادر که زمزمه می کردن لذت می بردم از او و همین شاید از یکی از دلایلی که باز شده من علاقه من از او باشم همین دلیل باشه. تشکر از مرجان در هرات و خبرت در پنجشیر. با اینا خداحافظی می کنیم و بگذاریم نگاه کنیم به بعضی از نظرات شما در شبکه‌های اجتماعی. اقبال نوشته که انتخاب اشعار ناب و پرمفهوم، صدای دلنشین، کامپوزای جاویدان، موزیک آرام بخش و تنوع در جای موسیقی را متمایز کرده بود. آرمین نوشته مادرم همیشه سروده های احمد ظاهر را گوش میداد و زمزمه میکرد و من عاشق این صدا و آهنگ ها شده بودم. وحید نوشته که آهنگ های احمد ظاهر بیشترین تاثیر روی ترویج زبان و شعر فارسی گذاشت. و مجید نوشته که من به واسطه یک کلاس هم کلاس افغان با کتاب ترانه های احمد ظاهر آشنا شدم و بدتر ترانه هایش را گوش کردم و از صدا و سبک خواندنش خوشم آمد. برنامه هشتگ شما امشب در مورد احمد ظاهر به پایان رسید. تا برنامه دیگی که در شب های پیش رو داریم با شما خداحافظی میکنیم. شب روز خوش با شما. خدا نگهدار.